سرخط خبرها. وقوعی انفجار در وزارت داخلی طالبان در شهر کابل. در پی حمله جبهه مقاومت در ولایت تخار 6 طالب کشته و 9 طالب دیگر زخم برداشتند. حکومت طالبان میگوید مسئول روابط خارجی گروه داعش را بازداشت کردیم. آمر تعلیم و تربیه فرماندهی امنیه طالبان در ارغنج خواه ولایت بدخشان کشته شد. در پی حمله بر آموزشگاه کاج مادری میگوید که تا کنون جسد دخترش را نیافته است. طالبان از مهار آتش سوزی در کوتی سنگی کابل خبر دادند. بعد دنبال حمله بر آموزشگاه کاج مادری با ناله میگوید که تا کنون جسد دخترش را نیافته است. و درگیری ها در پاکستان 9 کشته بر جا گذاشت. و خبرهای تازه این ساعت خوش آمدید. مشروع خبرها. وقوعی انفجار در وزارت داخلی طالبان در شهر کابل. شماری از رسانه‌ها به نقل از منابع خود گزارش دادند که لحظات پیش انفجاری در یک مسجد متعلق به وزارت داخلی طالبان و در نزدیکی ساختمان جدید این وزارت در مربوطات حوزه 15 شهر کابل به وقوع پیوست است. با گفته یه منابع این انفجار تلفاتی هم در پی دارد، ولی از شمار دقیق آن چیزی گفتن نشده است. مقامات طالبان تا کنون ابرازی نظری در این مورد نکردند. در حمله جبهه مقاومت در ولایت تخار 6 طالب کشته و 9 طالب دیگر زخم برداشتند. منابع محلی در تخار از حمله نیروهای جبهه مقاومت بر یک پاسگاه طالبان در این ولایت خبر می‌دهند. این حمله نیمه های شب گذشته در بازار کهنه والسوالی رستاق ولایت تخار انجام شده است. منابع محلی بر رسانه‌ها گفتند که در پی این حمله 6 تن از افراد طالبان کشته و 9 تن آنان زخم برداشتند. به نقل از خبرنگاران محلی در این حمله یک تانک حاموی طالبان تخریب شده و یک میل پیکا و 4 میل کلاشنکوف نیز به دست نیروهای جبهه مقاومت افتاده است. طالبان تا کنون در این زمینه واکنش نشان ندادند. در 2 هفته اخیر این 5 حمله نیروهای جبهه مقاومت بر مواضع طالبان در ولایت تخار است. حکومت طالبان میگوید مسئول روابط خارجی گروه داعش را بازداشت کردیم. ریاست استخبارات حکومت طالبان میگوید که یک عضو گروه داعش شاخه خراسان را بازداشت کردند. این ریاست امروز با نشر توییت اعلام کرده است که مسئول روابط خارجی و انبانی شاخه خراسان گروه داعش دستگیر شده است. ریاست استخبارات طالبان از این فرد به نام عبدالمالک یاد کرده و از او ویدیوی اعترافی نیز به نشر رسانده. این شخص در ویدیوی اعترافی میگوید که باشنده ولایت کنر است و مسئولیت جلب و جذب جنگجویان خارجی و جمع‌آوری پول برای گروه داعش را بر دوش دارد. عبدالمالک ادعا کرده که یک مقدار پول را از جرمنی، اسپانیا و اوکراین برای فعالیت گروه داعش به دست آورده است. تاکنون اما مشخص نشده که این اعترافات از وی تحت چی شرایطی گرفته شده است. آمر تعلیم و تربیه فرماندهی امنیه طالبان در ارغنج خواه ولایت بدخشان کشته شد. منابع در بدخشان میگویند که آمر تعلیم و تربیه فرماندهی امنیه طالبان در والسوالی ارغنج خواه این ولایت توسط افراد ناشناس به قتل رسیده است. این مسئول طالبان قاری محمد رحیم نام دارد و روز گذشته در ساحه کوتل گرایل والسوالی ارغنج خواه کشته شده است. باشندگان این ولایت میگویند که این عضو طالبان ممکن است در اختلافات میان گروهی توسط خود طالبان به قتل رسیده باشد. به نقل از منابع دو نیروی طالبان در پیوند به این قتل بازداشت شدند. همزمان برخی منابع دیگر محلی گفتند که نیروهای جبهه مقاومت در یک کمین آمر تعلیم و تربیه فرماندهی امنیه طالبان در این ولسوالی را کشتند. طالبان از مهار آتش سوزی در کوتی سنگی کابل خبر دادند. با
وزارت دفاع طالبان میگوید که با همکاری تیم آتش نشانی این وزارت آتش سوزی در ساحه تجارتی کوتی سنگی شهر کابل مهار شده است. این آتش سوزی حوالی ساعت 8 صبح امروز چهارشنبه از مارکت احمدی آغاز شد. این آتش سوزی به سایر مارکت ها از جمله مارکت عباسین زدران نیز گسترش یافت. وزارت دفاع طالبان گفته است که تیم اطفائیه قل اردوی 313 با همکاری ارگان‌های زیربط توانستن آتش را مهار کنند. با گفته این وزارت در مهار آتش از چرخبالهای نظامی نیز استفاده شده است. تا کنون ابعاد خسارات و تلفات احتمالی این آتش سوزی روشن نیست. کوتی سنگی از مناطق مزدحم شهر کابل است. در مارکت های این منطقه بیشتر لباس و زیورالات قیمتی زنانه فروخته می شود. در پی حمله بر آموزشگاه کاج مادری می گوید که تاکنون جسد دخترش را نیافته است. در نوار تصویری که در شبکه های اجتماعی دست به دست می شود، مادری با گریه و ناله می گوید که گنجینه دخترش که در آزمون آزمایشی کانکور در آموزشگاه کاج شرکت کرده بود ناپدید است و تا هنوز اثری از جسدش نیافته است. بر اساس آمارهای یونما در این حمله بیش از 53 نفر کشته شده و بیش از 110 تن دیگر زخمی شده بودند. اما یونما گفته بود که این آمار در حال افزایش است. با دنبال دادخواهی برای توقف نسل کشی هزارها دیدبان حقوق بشر در مورد وضعیت هزارها بحث می کند. در پی دادخواهی های مردم برای توقف نسل کشی هزارها دیدبان حقوق بشر اعلام کرده است که بحثی در مورد حملات هدفمند علیه این گروه قومی در افغانستان برگزار می کند. قرار است این بحث شام امروز آغاز شود و دیدبان حقوق بشر از مخاطبانش خواسته است که به آن بپیوندند. دیدبان حقوق بشر در توییت گفته است که هفته گذشته حمله به یک مرکز آموزشی در کابل بیش از 100 کشته و زخمی بر جا گذاشت که بیشتر آنها دختر بودند. حمله روز جمعه به آموزشگاه کاج واکنش‌های شدید داخلی و خارجی را برانگیخته است. بسیاری از شهروندان و از فعالان آن را ادامه حملات هدفمند در جهت نسل کشی هزارها خواندند و کارزار نسل کشی هزارها را متوقف کنید را در توییتر براه انداختند. و درگیری‌ها در پاکستان 9 کشته بر جا گذاشت. نظامیان پاکستانی امروز خبر دادند که شماری از تندروان در شمال غرب آن کشور بر کاروانی از نیروهای امنیتی شمال غرب حمله کردند که در اثر آن 2 سرباز و 7 شورشی کشته شدند. اردوی پاکستان گفته است که این حمله در نزدیکی پشاور مرکز ایالت خیبر پشتونخوا که هم مرز با افغانستان است رخ داد و نیروهای امنیتی آن کشور به حمله متقابل پرداختند. اما نظامیان پاکستان جزئیاتی در مورد شورشیان که در حمله متقابل نیروهای امنیتی آن کشور کشته شدند ارائه نکردند. تا حالا هیچ گروهی نیز مسئولیت این حمله را به دوش نگرفته است. نظامیان پاکستان همچنان گفتند که در عملیات جداگانه نیروهای آن کشور 4 تندرو را شب گذشته در منطقه تانک واقع در شمال غرب پاکستان که هم مرز با افغانستان است کشتند. اما در مورد این حمله نیز جزئیات ارائه نکردند.